به نام خدا، سلام، وقت بخیر بچه های عزیز، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. با خلاصه مباحث نیم سال دوم فارسی و همینطور نگارش 11 در خدمتتون هستیم. امیدوارم که برامون مفید باشه و بتونیم حالا اون مباحثی که تا الان تو کلاس گفتیم یه دوره مختصری داشته باشیم. خب اول از همه مثل روالی که تو ترم پیش داشتیم، بریم سراغ مباحث دستوری و مباحث دستوری رو با هم دیدیم که مروری بکنیم. ببینیم که تو قلمرو زمانی چه نکات جدیدی رو یاد گرفتیم و اگه تونستیم یک مقدار با مثال و معیار جدید به هم کارشون بکنیم. خب اول از همه بچه نقش‌های طبعی، یعنی البته از ترم دو داریم شروع میکنیم دیگه، یعنی مباحث ترم یکی رو که گفته شده پیشنهاد میکنم که حتما بهش رجوع بکنیم. دوباره یه نگاهی اگه سوا دونین، اگه وقت داشتیم حتما بهش داشته باشید. یه دوره مختصری براتون بشه به جزوهتون هم دوباره رجوع بکنید، مراجعه بکنید و مشکلاتتون رو برطرف بکنید و بازم اگه سوالی هست بپرسید، من در خدمتم. خب نقش‌های طبعی، همونطور که از اسمش مشخصه، یعنی نقش‌های طبعیت و پیروی می‌کنه از کلمه‌هایی که توی جمله وجود داره، یعنی نقش‌های یک واژه یا واژه دیگه رو توی جمله به خودشون می‌گیرن. حالا این نقش‌های طبعی شامل سه دسته میشن بچه‌ها. اول از همه معطوفه. معطوف چه چیزیه؟ معطوف واژه یا واژه‌هایی‌ان که بعد از حرف عطف واو میان. بعد از حرف عطف واو میان. چون نمی‌دونید که حرف عطف فقط واو نیست و یا هم میتونه حرف عطف باشه. پس هم واو هم یا، اینا جفتشون حرف عطف به حساب میان. اما برای مثال اگه بخوایم مثال بزنیم، میتونیم بگیم من و زهرا به مدرسه رفتیم. این الان یه جمله است دیگه که ما گفتیم برای اینکه نقش کلمات رو مشخص کنیم، اولین گام چیه؟ فعل رو مشخص کنیم. فعل رو مشخص کردم، میرم فعل فعل اصلیه، داره یه کاری رو انجام میده. اصلا میپرسم چه کسی چه چیزی، میگیم چه کسایی رفتن؟ من و زهرا، همشون با هم میشه نهاد یا فاعل. خب حالا یه واو دارم این وسط میبینم، همیشه بهتون گفتم اون کلمه اولیه نهاد یا فاعل اصلیه، وابش واب عطفه. دیگه زهرا نقشی که میگیره بچه‌ها چیه؟ معطوفه. پس این از این. یا مثلا میتونیم یه مثال دیگه بزنیم، من یا زهرا به سوال معلم، من یا زهرا باید به سوال معلم جواب بدم. این یایی که هست دوباره عطفه و زهرایی که بعدش اومده معطوفه. پس یا هم میتونه جزء حروف عطف باشه. مثال بعدی بچه های نوع بعدی از نقش های طبعی بدله. بدل واژه یا واژه هایی که در مورد اسم قبل از خودش یا واژه های قبل خودش توی این جمله توضیح میده، معمولاً در مخفت تیره قرار میگیره. یه بار دیگه بگم، بدل واژه یا واژه هایی که در مورد واژه های قبل خودش توضیح میده، معمولاً این روز خط تیره قرار میگیره و یه کلمه است. از واژه است، یک کلمه است، جمله نیست. چون اگه یادتون باشه ما یه جمله معترضه توضیحی هم داشتیم که با بدل متفاوت بود، چون بدل یک نقشه، یک واژه است، یه چند تا واژه است، اما جمله معترضه توضیحی همونطور که می‌بینیم یک جمله هستش. پس بدل واژه گروهی از واژه‌های کلمه هاست که میاد در مورد اسم قبل خودش توضیح میده. مثلا ولیعت ایران عباس میرزا، ببینیم به این صورت، ولیعت ایران عباس میرزا با سوریه با روسیه جنگی. این مثالی که داریم میبینید نشون میده که عباس میرزا که اومده، حالا اینو بینه دو تا ویرگول، دو تا خطی تیره، معمولا البته دو تا ویرگوله قرار میگیره، میشه چی؟ بدل. نقش طبعی بعدی بچه ها تکراری که خیلی هم راحته دیگه، یعنی یه واژه عیناً بیاد یک نقشی رو تکرار بکنه. علی را دیدم، علی
این علی دو بار اومده، دو بار تکرار شده. پس ما میفهمیم که اینجا علی را دیدم، را مفعول دیگه، دوباره علی رو برای تاکید آورده. فایده ای که تکرار داره چیه؟ تاکیده. بیشتر هم توی شعر انجام میشه. پس این نقشای طبعی بچه ها معطوف بعد از حرف عطف میاد، بعد بدل و تکرار. نکته مهمی که وجود داره در مورد نقشای طبعی اینه که ما بدونیم نقشای طبعی دقیقا همون نقشهای واژه یا واژه‌های قبل خودشون رو به خودشون میگیرن، یعنی از نظر نقش دستوری تبعیت میکنن از واژه‌های دیگه، یه واژه قبل از خودشون. پس این از نقشای طبعی. بچه ها حواستون باشه که من بازم این نکته رو یه بار تکرار بکنم که ما گفتیم واژه ها توی وقتی واژه ها کنار هم دیگه قرار میگیرن با هم دیگه جمله رو ایجاد میکنن. حالا توی این جمله ها واژه ها ممکنه انواع مختلفی داشته باشن، یا همون کلمه ها. واژه های کلمه ها انواع مختلفی دارن، ممکنه اسم باشن، صفت باشن، حرف باشن، یا هر چیز دیگه. خب علاوه بر این اسما، اینا یک نقشی هم میگیرن. مثال هم زدم، گفتم من شما ممکنه اسم فاطمه باشه، زهرا باشه، مریم باشه، اما نقشی که میگیری نقش دانش آموز و ایناست. پس یه واژه ممکنه اسم باشه، صفت باشه، ضمیر باشه، اما نقشی که میگیره ممکنه متمم باشه، فاعل باشه، مفعول باشه. پس فعل، فاعل، مفعول، متمم و حرف اضافه قید و جزء نقش های دستوری هستن و نقش های طبعی یعنی اینکه به پیروی از همین نقش ها شکل میگیرن به این صورت. پس این هم از توضیحی که در مورد انواع کلمات داریم. نکته دوم بچه ها، انواع واقع. خیلی راجع به این قضیه صحبت کردیم توی درسای آخرم، یه مروری شد. اولا که حرف ربطه، یعنی حرف ربط چیه؟ همین رابطه بین دو تا جمله است، یعنی بین دو تا جمله بیاد. مثل چی؟ او را دیدم و به او سلام کردم. میبینید؟ بین دو تا جمله اومد. پس این و حرف ربط شد. دوباره میگم حرف ربط بین دو تا جمله میاد. حرف عطف چیه؟ حرف عطف بین دو تا کلمه میاد. مثل چی؟ مثل همون مثالی که زدیم، من و زهرا به مدرسه رفتیم. چه میدونم؟ دوستان خوب و صمیمی. میبینید؟ خوب و صمیمی و اومده بین دو تا کلمه، بین دو تا صفت قرار گرفته. پس این شد واو ات. یه بار دیگه بگیم، حرف ربط اگه باشه واو بین دو تا جمله است، اما اگه حرف ات باشه دو تا کلمه است. گفتیم دومیه چیه؟ الان دوستان بخوایم هسته بگیم، هسته گروه اسمی. خوب وابسته پسین یک و چه نقشی داره؟ وابسته پسین صفت، وابش واقع عطف، صمیمی چیه؟ معطوف. پس به این صورت بررسی میشه. خب بیرون از نکته انوار را حالا بریم سراغ نکته سوم که میشه نحوه تشخیص نقش دستوری تک تک کلمات موجود در جمله با تشخیص فعل در اولین گام. که بازم تکرار بکنم، این تنو پیش هم داشتی ولی آوردم برای یه تکرار و مونده دوباره. و شما همیشه جمله‌ای رو که داریم باید چی کار بکنیم؟ بریم اول فعلش رو تشخیص بدیم. حالا که فعلش رو تشخیص دادیم، بعد باید بفهمیم که این فعلمون چه نوع فعلیه، یعنی فعلمون اصلیه، یعنی کننده یه کار، مثل رفتم، آمدم، دیدم، خندیدم، خوابیدم، بیدار شدم، همه داره یه کار انجام میده، یا فعلم اسنادیه. یعنی چی؟ یعنی که یک صفت یا ویژگی رو به یک کلمه یا دیگه نسبت بدم که چی هست؟ از تو بود و شد و گشت و گردید. پس یه بار بنویسم، فعلای اصلی کننده کارم، کاری رو انجام میدم، اسنادیا از بود و شد و گشت و گردید، البته به معنای شد. فعلای کنایه هم که میبینیم و فعلای مرکب. فعلای کنایه فعلایی هستن که حالت کنایی دارن، که مثالهاشو هم توی کتاب با همدیگه بررسی کردیم و فعلهای مرکب از چند تا کلمه تشکیل شدن با همدیگه معنی میدن. مثلا بگیم زن خورد، معنی خوردن،
میل کردن میگه. ولی تو اگه بگی به زمین خورد، معنیش متفاوت میشه، یک فعل کنایه که با هم معنی میده. پس مثالهاش رو هم حواستون باشه. حالا که مدلش رو تشخیص دادیم، حالا میایم از فعلمون، پس فعل مشخص میکنیم با منبع. از فعلمون یک سوال میپرسیم، میپرسیم چه کسی؟ چه چیزی؟ جوابی که به چه کسی و چه چیزی میدیم، پس از فعل میپرسیم چه کسی؟ چه چیزی؟ به چه کسانی و چه چیزهای دیگه مشخص دارم؟ جوابی که بهش میدیم بچه ها میشه فاعل یا نهان. مثلا وقتی اگه ما داریم، اگه فعلمون اصلی، کنایه یا مرکب بود، اینا میپرسیم چه کسی، چه چیزی میشه فاعل و نهاد. بعد میپرسیم چه کسی را، چه چیزی را، یعنی را اضافه میکنیم، رایی که اضافه میکنیم و جوابی که بهش میدیم میشه مفعول. پس بچه ها اگه فعلمون اصلی، کنایه و مرکب بود، این دو تا سوال رو میپرسیم و نقشای فاعل و مفعول رو در میاریم. حالا اگر حرف اضافه از و در و با و به و برای داشتیم، بعدش هر اسم و کلمه که اومد میشه چی؟ متمم. متمم به حرف اضافه دیگه اینو میدونیم. بعد که قیدم که دیگه بقیه اعضای جمله هم اضافن، قیده میتونیم از جمله حذفش بکنیم. خب یه نکته، نهاد و بزرگی ممکنه که جمله فاعل که داره حتما مفعول نداشته باشه، قید نداشته باشه، متمم نداشته باشه، اما فعل و همینطور فاعل رو حتما داره. و همینطوری که به خاطر همین میگیم نهاد و گذارم داره دیگه. نهاد چیه؟ نهاد اون بخشی از کلمه است، جمله است که در مورد اون میخواییم یک خبری رو بگیم. مثلا چه مثالی؟ مثلا اینکه بگیم، ببینیم، مثلا من نوشتم دیروز من به خرید رفتم. دیروز من به خرید رفتم. اول از همه گفتیم چی رو مشخص میکنیم؟ فعل رو. فعل رو چرا فعلیه؟ فعل اصلیه. از فعل اصلی پرسیم چه کسی رفته؟ میشه من. خب این میشه نهاد یا فاعل. بعد کلا راجع به چی داریم خبر میدیم؟ من. بقیه چی؟ دیروز به خرید رفتم. هر چی میمونه گذاره. یعنی اون قسمتی که داره یه خبری میده. حالا این معنی که نهاده راجبشی داریم یه چه خبری میده؟ میگه که داره به خرید میره. پس این هر چی میمونه میشه گزاره. هر جمله نهاد و گزاره داره. این هم از این. این نکته مهمی بود که اینجا بهش اشاره کردیم. حالا این اسلاید رو بچه ها پاک کنم. برم سراغ اسلاید بعدی. نکته پنجم، انواع ترکیب هاست. پیرو سوما چه گفتیم اگه یک کلمه بعد روی کلمه دیگه بشه و این کلمات با یه ربط به هم وصل بشن، دو تا حالت براشون به وجود میاد. یا این ترکیبه میشه وصفی که میشه ترکیب اسم و صفت. به اسم اولی میگن موصوف، به اسم دوم میگن صفت. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا بگیم دختر زیبا. دو تا کلمه است با یه ربط به هم وصل شده. اولیه همواره توی این ترکیب ها بچه ها این کلمه همواره اسمه. این که اسم دومیه صفته. حالا به این میگن موصوف، به این همون صفت میگن، میشه موصوف و صفت. موصوف هم یعنی کلمه که داره وصف میشه. خب پس ترکیب اسم و صفته. ببین اسم و صفت. ترکیب اضافی اسم با اسمه. دو تا اسم کنار هم دیگه قرار میگیرن. ببینید ترکیب دو تا اسم که با ای رفت و هم وصل شدن. به اولی میگن مضاف، به دومی میگن مضافون اله. مضاف، مضافون اله. پس این هم میشه از این نقشه که تا الان گفتیم. پس این دو تا ترکیب رو هم حتما به یاد داشته باشیم. و بچه ها دقت بکنید به ترکیب ها حتما باید بگیشون ای ربط وجود داشته باشه. ترکیبات رو با کلمات مرکب اشتباه نگیم. خیلی این اشتباه رو دارن. ترکیب ها گفتن ای ربط دارن، اما کلمات مرکب دو تا جزء با معنی که بدون ای ربط به هم وصل شدن. مثلا چی؟ کتاب خانه. کتاب خانه چیه؟ یک کلمه مرکب از نظر ساختمان. اما اگه بخوایم ترکیبش رو بگیم، مثلا ممکنه بگیم کتاب خانه.
اینجا دیگه ما ترکیب داریم که ترکیبمون هم اضافیه و با کتاب خانه که یک اسم مرکبه و از نظر ساختمان مرکب به حساب میاد متفاوته. پس بازم این نکتهشو بگم که ترکیب های ربط دارن اما کلمات مرکب این ربط ندارن. نکته ششم اینه که حتما باید به معانی مختلف واژه ها تو بافت هر جمله دقت بکنیم. مثال اینکه خیلی واضحه شیره، بچه شیر مثلا یه جا ممکنه معنی شیر پاکتی بده که میخوریم، یه جا معنی شیر آب بده، یه جا معنی شیر جنگل بده. پس باید به بافت جمله دقت بکنیم و معانی مختلفش رو درک بکنیم. اما فرض مثلا جولان رو مثال زدم، یه سموجه توی درس داشتیم توی فصل ادبیات انقلاب اسلامی که جولان یه جا به معنای تاخت و تاز و سرعته، یه جا معنی یک محلی بود توی فلسطین. پس با معانی مختلف توی بافت جمله باید آشنا بشیم و میدونیم که اگه یک واژه لفظاً این هم باشه ولی معناش متفاوت باشه چهارگی رو میسازه جناس تام. خب هفتمین نکته این که شبه جمله ها و انواع اونا تو شمارش تعداد جمله ها یک جمله به حساب میاد. اینو با هم دیگه بررسی کردیم. گفتی فرض مثال ندا و منادا توی درس داشتیم، راه سفر آمد برادر، یعنی ای برادر ره دراز است. حالا ندا و منادا چی؟ ما وقتی که میگم یه نفر رو مورد خطاب قرار میدیم یا صداش میکنیم، در اصل اون مورد ندا قرار میدیم، صداش منادا قرار میدیم. مثلا میگیم یا علی، داریم امام علی رو صدا میکنیم. یا اینجا ای برادر، یعنی یک ای داره تو خودش. گاه سفر آمد یه جمله، ای برادر که ندا و منادا دو جمله، ره دراز است سه جمله. پس این داره صدا جمله است. یا ممکنه تشویق و تحذیر هم بچه‌ها جزء شبه جمله ها باشه، مثلا زنهار یا مرحبا، چه میدونم حلا، اینا هم جزء تشویق و تحذیر ها و یک شبه جمله به حساب میان. به اینا هم دقت بکنید. شبه جمله ها خب شبیه جمله هستن دیگه، پس ما نمیتونیم توشون به دنبال نهاد و فاعل و فعل و اینا بگردیم. اینا فقط به این دلیل شبیه جمله هستن که معنی کاملی رو میرسونن. چون تعریفی که تو جمله ما ارائه میدیم بچه ها میگه یک معنی کاملی رو برسونه، این هم از اون لحاظ شبیه جمله است که معنی کاملی رو برسونه، وگرنه از نظر ظاهری خیلی شباهتی به جمله نداره. پس حواستون باشه ندا و منادا و تشویق و تحسین مثل زنهار و مرحبا و حلا و آفرین و درود و اینا هر کدومشون یک جمله تو شمارش جمله یک جمله به حساب میان. نکته بعدی بچه ها مصدرها و ساختار آن است. که اول از همه باید بدونیم که مصدرها چجوری ساخته میشن. مصدرها گذشته ساده هستن که به علاوه ان میشن. ببینید مثل چی؟ مثل رفتن، رفت به علاوه ان، آمد به علاوه ان، دیدن، شنیدن، خندیدن و یا الان مثال دیگه که میتونیم بزنیم. پس اینها چی هم؟ مصدرها هستن و مصدرهای نکته مهم شبیه فعلن ولی فعل به حساب نمیان. در اصل مصدرها جزء اسمها هستن بچه ها. حالا ما مصدرها به چه دردی میخورن؟ چرا من میگم مصدرها جزء اسمها هستن؟ بذارین اول رو بگیم. مثلا بگیم رفتن مادرم مرا ناراحت کرد. فعل چیه؟ ناراحت کرد. چه چیزی منو ناراحت کرد؟ رفتن مادرم. رفتن مادرم کلن نهاد یا فاعله. خب رفتن مادرم اگه رفتم گرفته پس ترکیب دارم. رفتن گفتیم همیشه اسم یا اسم کلمه اول، مادرم هم که مضاف الیه، همیشه دوباره مضاف الیه، پس این دو تا وابستگی پسین داشت که جفتش هم مضاف الیه. رفتن نه مادرم، مرام که من را یعنی مفعول ناراحت کردم که فعل مونه. پس من شدید اینجا دیدم که پس رفتن جز یعنی مستن ها جز اسم ها هستن. حالا بشه که حرف میکنم ما میتونیم از مستن ها بود بسازیم و زمان های مختلف فعل رو ایجاد بکنیم. ساخت بن ماضی و مضارع از مصدر. ببینیم برای اینکه بن ماضی رو بسازیم بیاییم مثال همین رفت دیدن رو مثال بزنیم. یعنی چی کار میکنیم؟ اون ان آخرش رو حذف میکنیم میشه دید.
پس بن ماضیش میشه دید به همین راحتی. بریم اینا مثال بزنیم. بن مضارع دو تا گام داره. اول مصدر رو امر می‌کنیم، دیدن رو امر می‌کنیم. چی میشه؟ میشه ببین. بعد گفتم به یا آغازینش رو حذف می‌کنیم، یعنی میشه بین. پس این شد بن مضارع. بین میشه بن مضارع. حالا چه داره می‌کنه؟ مثلا می‌خوایم مضارع اخباری بسازیم، میگیم می‌بینم، می‌بینی، می‌بیند. کلاً حالا هر زمانی از فعل، هر نوعی از فعل مضارع رو بخوایم بسازیم، باید از بن مضارع استفاده بکنیم. مضارع اخباری باشه میشه می‌بینم. چه می‌دونم؟ مضارع مستمر باشه میشه دارم می‌بینم. یا یه عالمه مثال دیگه که میتونیم، یا مضارع التزامی باشه میشه ببینم. این مثال هایی که میتونیم، انواعی که میتونیم با مضارع بسازیم. یا ماضی هم همینطور، هر نوعی از فعل ماضی رو بخوایم بسازیم باید از بن ماضی استفاده بکنیم. یعنی برای ماضی استمراری میگم میدیدم، برای ماضی نمونی میگیم دیدم، برای ماضی التزامی میگیم دیده باشم. یا یه عالمه مثال دیگه که میتونید بزنیم. پس بون ها به این درد میخورن که از مصدر ساخته میشن و برای ساخت انواع فعل‌های ماضی و مضارع باید از بون های ماضی و مضارع هم استفاده بکنیم. نکته بعدی بچه ها، انواع حروف ربطن. یادتون باشه حروف ربط یا وابسته سازن یا همپایه سازن. اگه وابسته ساز باشن در اصل معنی یک جمله رو که کامله ناقص میکنن. مثلا میگم او رو در خیابان دیدم. اون رو در خیابان می‌دیدم، کامله، اون رو در خیابان می‌دیدم. ولی من اگه اگر بذارم میشه اگر اون رو در خیابان می‌دیدم، دیگه معنی کامل نیست، معنی جمله وابسته شد. چی میشه؟ به او سلام می‌کردم. پس اون اگره یه حرف ربط وابسته ساز بود که اومد جمله رو وابسته کرد به یک جمله دیگه تا معنیش کامل بشه. پس اگر شد حرف ربط وابسته ساز که در مطلب هم پایه ساز هم مثل و یا که میاد بین دو تا جمله قرار میگیره. گفتیم حرف رفت بود دیگه، واوی رسونه هم پایه ساز، نوعش هم واو هم پایه ساز. حالا انواع حرف ها که توی یک جمله میاد، حرف اضافه داره، میگفتیم از و در و با و به و برای و از برای و اونا که ممکنه ترکیبی باشه و اسمی که بعدشون میاد، کلمه که بعدشون میاد میشه متمه. رفت رو که گفتیم، عطف هم که گفتیم بین دو تا کلمه. پس این رو هم بررسی کردیم قبلا. خب بعد بچه ها ما اینجا ترکیب ها رو با هم دیگه کار کردیم و بعد بدونیم که علاوه بر ترکیب ها باید بدونیم علاوه بر ترکیب ها که با هم دیگه کار کردیم و ترکیب وصفی منظورمه. ترکیب وصفی چی بود؟ اسم معلومی صفت بود که به اسم اولیه میگفتن موصوف یا وصف شده. این صفت دومیه ممکنه بیشتر بهش میگن صفت بیانی، یعنی کلا بیان کننده یک ویژگیه دیگه. پس اسم یا موصوف و صفت بیانی که کنار هم قرار میگیره، یعنی بیان کننده یک ویژگی از یک اسم. حالا ببینیم صفت بیانی چه انواعی داره. بچه ها انواعش رو داریم اینجا میبینیم. اولیش مطلقه، ببینیم خیلی راحته، پاک، زیبا، یعنی خیلی ساده است. از نظر ساختمان این صفت های مطلق ساده هستن. خب ساختمانشون پس ساده است. یا صفت فاعلی بچه ها، اون مضارع به علاوه انده، مثل چی؟ مثل خواننده، شنونده، گوینده. اون مضارع به علاوه آ، مثل همون بین بود، بینا، شنوا، گویا، دانا. اون مضارع به علاوه آ، مثل چی؟ مثال‌های مختلفی که میتونیم بزنیم. بن ماضی یا مضارع به علاوه بار، مثل آفریدگار. بن مضارع به علاوه، بن ماضی به علاوه بار، مثل شنیدار، گفتار، رفتار. اسم یا بن صفت مثال‌های دیگه که پس ساختارش رو باید دقت بکنیم. بچه‌ها یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اینا، این فاعلیات، پس این ساختمانش ساده است. اینا فاعل یا ساختمانش وندی یا مشتقه. صفت های مفعولی هم دوباره وندی هم، مثل چی؟ مثل رفته، آمده. بعد آها یه چیزی هم دیگه در مورد صفت های فاعلی، که کننده یه کار هست، صفت هم اما دارن کار رو انجام میدن. مثلا چی؟ مثلا اینکه میگی
آدم خواننده، مرد خواننده، یعنی کسی که داره میخونه، کار خوندن رو داره انجام میده. یعنی مثلا اینکه رفته، یعنی کار رفتنش انجام شده، خوانده شده اون کتابه، خونده شده، کار خوندنش انجام شده. به خاطر همین بهش میگن مفعولی. صفت لیاقت هم داریم، مصدر به علاوه یک مصدرش اون شنیدنی، دیدنی، خواندنی، رفتنی، آمدنی و اینا. یا صفت این نسبی بچه ها، اسم علاوه یه مثلا رنگی، رنگین، چه میدونم زرینه، روحانی، مردانه، این مثلا یکی که میتونیم بزنیم. و اینا هم دوباره چی هم؟ بندی هم از نظر ساختمون. پس فقط مطلق ساختمون ساده است، صفت های فاعلی، مفعولی، لیاقت و نسبی همشون داره ساختمان های بندی هستن. بندی ها مشتقات چی ها بودن؟ یه جزء با معنی داشتن بودی، یک جزء بی‌معنی شده بودن که اینجا داریم میبینیم. بچه لطفا انواع اینها رو به یاد داشته باشین تا بتونیم مشخص بکنیم توی امتحان اگه انواعش رو خواستن بتونیم به سادگی تشخیصش بدیم. نکته سوم، توی درس داشتیم به درس دوازدهم، تو شاقی یه گر اشتها پیکری، یعنی گر ممکنه معانی مختلفی داشته باشه. یه دونه هم اگر که حرف ربط وابسته سازه که الان هم داریم، یه دونه هم یا که در گذشته، تو شاقی یا گر یا اشتها پیکری، پس اینجا معنی یا هم میداده. پس یه دونه معنی اگر، یه دونه معنی یا. به این هم خیلی دقت بکنید توی کلمات و جمله هایی که در اختیارتون قرار میگیره. خب بریم سراغ نکته چهارده. اینکه واژه ها بچه ها در گذر زمان ممکنه دچار تغییر معنی بشن، پس معانی مختلف واژگان رو در گذر زمان، اون چهار تا حالتی که ممکنه برای یه واژه در گذر زمان اتفاق بیفته رو می‌خوام با هم دیگه بررسی کنیم. بعضی از واژه ها به دلایل سیاسی و مذهبی یا اجتماعی کلاً از فهرست واژگان حذف میشن، دیگه مورد استفاده قرار نمیگیرن. مثل چی؟ مثل اصلا برگستوان، یه کسی ذره نداره که بیاد از برگستوان استفاده بکنه، پس این حذف میشه. یا مثلا چه میدونم آسفنداک، قوس قزح، اینا یه چیزایی بودن که حذف شدن به مرور زمان به دلایل سیاسی، مذهبی یا همونطورین اجتماعی. مورد دیگه کلماتی هم که معنی قبلیشون از دست میدن، کلن معنی جدید میگیرن. مثلا سوگند یه چیز زرد رنگ بوده مثل گوگرد، اما چه معنی داشت؟ اما معنی قسم بوده. یا یه مثال های دیگه که داریم، شوخ قبلی به معنی چرک و کثیف بود، اما به معنی چیه؟ بزلگو، مزاحگر، به این معنی استفاده میشه. یا بعضی از کلمات با هم معنای قدیم خودشون به حیاتشون ادامه میدن، مثل چی؟ مثل خیلی از کلماتی که الان داریم، نو، تازه، یا خیلی مثالای دیگه ای که داریم. اما بعضی از کلمات هم معنای جدید میگیرن هم معنای قدیمشون رو حفظ میکنن. مثلا سپر، الان از قدیم سپر برای چی استفاده میشد؟ برای جنگ به سپر استفاده میکردن که حالا کمتر آسیب ببینن توی جنگ، اما الان سپر به معنی سپر حالا ماشین رو استفاده میشه. این یخچال‌های طبیعی قدیم استفاده میشد، اما الان یخچال به معنی هم چیزی که توی آشپزخونه ها وجود داره. پس میبینید که این چهار تا حالت برای یک واژه ممکنه در گذر زمان به وجود بیاد، یعنی کلا از بین بره، متروک بشه. پس بچه ها متروک شدن هم حواستون باشه، این ترک بشه، حذف بشه، متروک بشه، محذوف بشه، یا معنی قبلیش رو از دست بده، هم معنی قدیمش رو با حیات خودش ادامه بده، یا هم معنی جدید بگیره هم قدیم. این چهار تا حالت رو دقت کنید بتونید این توانایی رو داشته باشید که هر واژه‌ای بهتون بدن از این لحاظ مشخص بکنید که شامل چه وضعیتی شده. دوباره شما گرم که گفته بودیم معنی مختلفش رو، حالا میگه به معنی مختلف واژه ایستاد رو دقت کنیم. درس 15 رو میاشتیم، یعنی به معنی شروع کرد، بودیم در گذشته معنی شروع کرد، مثلا گرازان به تگ ایستاد، یعنی با ناز و خوشحالی شروع به دویدن کرد. یا مبادرت ورزید و اقدام کرد، به زون باشه سیاد در پی ایشان ایستاد، مبادرت کرد، اقدام کرد، سیریش رو که دنبالشون بره ببینه سرانجام کارشون چه خواهد شد. پس معانی مختلف این واژه هم دقت بکنید.
و یه نکته دیگه هم بچه ها این بود که در گذشته الان ما نمیتونیم شناسه و از فعل حذف بکنیم. یعنی هر چقدر بگیم من آمدم، او را دیدم، به او خندیدم، تو باید شناسه امر آنها آمدند، او را دیدند و به او خندیدند رو حتما باید شناسهش رو باهاش بیاری. اما در گذشته میتونستن شناسه رو به قرینه جمله قبلی حذف بکنن. ببین شیران غریدند و از اون اند آخرش شناسشه و به اتفاق آهو رو از دام رست باید باشه رهانیدند. این انده رو حذفش کرده، پس حذف شناسه. پشت اجازه بیدیم یه بار شناسه ها رو بگم. مثلا ما الان بون داشتیم بیشن از نه ببین بونه باز به این دردم میکنم. مثلا بونه ماضی خندید. خب ما میخواییم اینو صرفش بکنیم. شیش صرف داریم میگه اینو میخوام صرفش بکنم. میگم خندید توی گذشته ساده، خندیدم، خندید ساده است دیگه، خندیدم، خندیدی، خندید نداره، خندیدیم، خندیدید، خندیدند. پس این شیشتا صیغه یه که داریم، اما این سوم شخص مفرد ندارد، این و این و اند. پس اینا شناسه هم هستن که ما نمیتونیم حذفش رو بکنیم. البته در گذشته و قرینه جمله قبلی حذفش رو میکردم، کاربرد دستور تاریخی زبانه، این در گذشته فقط استفاده میشده. نکته بعدی بچه ها در مورد گروه های اسمی هم. خب نکته بعدی که پس میخوام بگم در مورد گروه های اسمی هم که لطفا با دقت گوش بدید، چون تست هایی که حالا با هم میزدیم یادم رو توی ترم پیش یا اوایل این ترم که یک دو تو تشخیص گروه های اسم مشکل باشید. اول دقت بکنید نکته هم اسمی و گروه اسمی موجود در جمله دارای یه نقش خاصه. بچه‌ها بهتون گفتم که برای اینکه نقش دستوری رو مشخص کنیم فعل رو پیدا می‌کنیم، از فعل تا سوال می‌پرسیم. می‌پرسیم چه کسی، چه چیزی، چه کسی را، چه چیزی را. نقش فاعل و مفعول رو پیدا می‌کنیم، متمم رو هم همینطور، غیر هم هر چیزی که میشه غیر دیگه. پس ما این کار رو انجام دادیم، خب نقش‌های دستوری رو مشخص کردیم. حالا ممکنه که مثلا من بگم من به کوچه رفتم، یا ممکنه بگم مثلا بگم دانش آموزان به کلاس آمدند، یا ممکنه بگم دانش آموزان فعال کلاس 11 به یکی از کلاس های خوب مدرسه رفتند. ها دیدی الان اینجا چیه؟ رفتند فعل شد. فاعل چیه؟ دانش آموزان فعال کلاس 11. این شد یک گروه اسمی. پس ببینید گروه اسمی ممکنه توی یه جمله داره یه نقش، هر گروه اسمی یه نقش خاص داره. نقشش چی شد؟ دانش آموزان فعال کلاس 11. اینی که من دارم اونجا میبینم دانش آموزان فعال کلاس 11 به کلاس درس خود رفتند. این مثالی که اینجا داری گفتی پس اول چی رو مشخص میکنیم؟ فعلش رو پیدا میکنیم. فعلش چیه؟ رفتند. از فعل به سوال میپرسیم، میپرسیم چه کسانی، چه چیزایی، چه کسانی رفتند؟ دانش آموزان فعال کلاس 11. خود این میشه چی؟ فاعل یا نهاد. حالا که نقش فاعل یا نهاد رو تشخیص دادم یه سوال دیگه میپرسم. ببین مفهوم چه نداره مشخصه. بی که حرف اضافه است، کلاس درس خود میشه متمم. پس به این صورت حالا دانش آموزان، حالا گروهای این گروه اسمی، دو تا گروه اسمی پیدا کردم، دانش آموزان فعال کلاس 11. حالا که پیدا کردم یه اولین کلمه یه ا میگیره چیه؟ هسته است. هسته گروه اسمیه. قبل هسته هرچی بیاد وابسته پیشین، بعد هسته هرچی بیاد وابسته هسته. فعال چی میشه؟ میشه صفت. کلاس مضاف الیه 11 دوباره صفت وابسته پسین 1، 2 و 3. حالا ببینیم انواع وابسته پسین رو میخواد به ما بگم. مضاف الیه که یه مثالشو داشتیم،
صفت شمارشی ترکیبی نوع دوم با اوم یازدهم صفت بیانی مثل همین فعال پس اینا انواع وابستگی هستن که اینجا برامون آورده بود تمشو. پس بچه‌ها دقت کردید گروه های اسمی یه نقش خاص دارن. حالا تو جمله تشخیص دادم گروه اسمی رو، حالا میام هسته وابستش رو تشخیص میدم. پس ببینیم پس تو هر جمله ابتدا نقش دستوری کلمات یا گروه کلمات رو مشخص کنیم اگه تو جمله بود. در ادامه هر گروه رو جدا بررسی کنیم اینجوری و وابسته های پسین و پیشین و نوعشون رو مشخص کنیم. یه دونه وابسته دیگه مون دیگه کلاس درس خود. اول کلمه که ا گرفت کلاس هسته، این دیگه وابسته پیشین نداره. درس مضاف الیه و خودم مضاف الیه در دو تا وابسته پسین از نوع مضاف الیه داشت. به همین سادگی. پس بچه‌ها دقت بکنید که چجوری باید گروه‌های اسمی رو تشکیل بدید. ببینید همه چی حرف اصلی رو توی دستور مشخص کردن نقش دستوری کلمات می‌زنه. خب بریم سراغ نکته 18 و نقش دستوری قید. بچه‌ها قید میدونیم دیگه از جمله قابل حذف، این نقش دستوری که خیلی واجب نیست و معنی جمله رو محدود و مقید میکنه. یعنی چی؟ یعنی که من میتونم بگم که آنها رفتند، خیلی کلیه، ولی بیام بگم آنها دیروز بعد از کلاس درس به خانه رفتند. خب رفتند فعلمه، آنها رفتن هم فاعلمه، جمله معنیش کامله، بقیه اضافه است، محدود کرد. فهمیدم که دیروز رفتم و زمانش رو محدود کرد. ببین دیروز، فردا، مثلا خندان آنها دیروز خندان یا گریان از مدرسه به خانه رفتند، حالتش رو نشون میده. مکانش رو به خانه رفتن، اون به خانه رفتنه میشه متمم قیدی و تکرار آنها دیروز خندان آرام آرام داره تکرار میکنه، نمیدونم یواش یواش. به همین صورت نمیشه قیدهای تکرار. پس قیدها انواعی دارن، حالت، زمان، مکان، تکرار. حالت بگیم شاد، خندان، حالتش رو بگیم مثلا شادی کنان. ببینید علف نون و علف نون شده نون حالته. زمان دیروز، فردا، پس فردا، نمیشه یک ساعت. زمان خاص رو مشخص بکنیم. مکان این که بگیم که مثلا از اینجا به اونجا رفتن که معمولا متمم قیدی میشه. و تکرار بچه‌ها، تکرار مثل شیان را مرام یواش یواش آهسته آهسته تون تون در به همین صورت. یه نکته هم دقت بکنید بچه‌ها، کلماتی که تنوین دارن حتما قیدن. کلماتی که تنوین دارن قیدن، اونه که تکرار میشن هم قیدن. از این دقت کنید که خیلی بهتون کمک میکنه. مثلا ثانیاً، اولاً، دوماً، حتماً، اینجا همشون که تنوین دارن قید به حساب میان. این نکته رو روش خیلی دقت بکنید و بدونید که اینا قیدن حتماً. خب نکته بعدی فعل اسنادی و تشخیص مصدر و مصدره رو نهاده. اون که همه فعلا رو گفتیم اما فعل اسنادی بود. فعل اسنادی رو گفتیم چی بود؟ است و بود و شد و گشت و گردی. مثلا بگیم زهرا ناراحت شد. این مثال رو داریم میگه. شد اول بگیم فعل رو مشخص میکنیم. بعد از اینکه فعل رو مشخص کردیم نوع فعل رو میگیم، میگیم اسنادیه. از فعل اسنادی بچه ها میپرسیم چه؟ جوابی که به چه میدیم میشه چی؟ مستند. الان میگیم چه شد؟ ناراحت شد. ناراحت میشه مستند. حالا میپرسیم چه کسی یا چه چیزی مستند؟ چه کسی یا چه چیزی مستند؟ یعنی چی مستند؟ چه کسی یا چه چیزی ناراحت شد؟ زهرا. جوابم میشه مستند و علل یا نهاد. پس زهرا چی شد؟ مسند الیه یا نهاد من شد. پس اینجوری تشخیص میگم. فعلم مشخص میکنم. نوع فعلو که اسنادیه مشخص میکنم. از فعلم میپرسم چه؟ جوابی که به چه میدم میشه مسند. حالا میپرسم چه چیزی یا چه کسی مسند میشه؟ مسند الیه یا نهاد. فعلهای زیر رو هم دقت بکنید، یه موری داشته باشیم. مضارع اخباری. بنها رو که یاد گرفتیم کارمون راحته. میبنداری بون مزاره برمونه شناسه میبینم میبینی میبیند میبینی میبینی میبینم شناسه ها رو هم که گفتیم.
امویی رو ندارد ایمویی دو اند ماضی نقلی بون ماضی برای دیده ام شنیده ام خوانده ام رفته ام آمده ام مضارع التزامی ببره بشود ببین بچه مضارع التزامی یه شرط و بایدی آرزو و کاشی با خودش داره کاش به اونجا برسم کاش رو در خیابان ببینم اینا پس دیگه ببینم میبینیم که مضارع التزامی شرط لازمه باید را باید درسم را بخونم پس اینا یک مضارع التزامی نقشاش هم دقت بکنی و جایی که استفاده میشه خب این از این نکات دستوری بود که بچه با هم دیگه بررسی کردیم سراغ مباحث زیبایی شناسی یا قلمرو ادبی که بررسی میکنیم یا به عبارت دیگه همون آرایه ها بیم با هم دیگه آرایه ها رو بررسی بکنیم ببینیم که چه آرایه های حالا کار کردیم یه مقدار اونه که تو ترم دوم بود رو با هم دیگه کار بکنیم در جمعه درس ها همونطور که میدونیم ما مرور کردیم و تمام آرایه های ادبی نکته های ادبی رو گفتیم و تحقیق توضیح اضافی در موردشون دادیم اما بعضیاشون رو بیشتر برجسته کردیم برای مثال یکیشون بود آرایه پارادوکس پارادوکس اسم دیگه که داره متناقض نمایه یا تناقض باید دقت بکنیم که آرایه پارادوکس یا متناقض نمایه یا تناقض در اصل شبیه آرایه تضاده یعنی ما بیاییم دو تا چیز متضاد و مخالف رو به یک چیز واحد نسبت بدیم مثال بزنیم جیب داشته باشیم خب جیب من یه چیزه اما این جیب بگم جیب من پر از خالی بود جیبم پر از خالی بود این مثالی که داریم میزنیم به یک چیز واحد دو تا صفت متناقض یا متفاوت رو داریم نسبت میدیم در اصل از آرایه تناقض داریم استفاده میکنیم حالا خب تضاد چیه این وسط؟ تضاد هم درسته که دو تا صفت مخالف رو داریم اما اینجا به یه چیز واحد نسبتش نمیدیم در اصل میتونیم بگیم که من چون تو ایستاده باشی ادب آن که من بیفتم اون ایستاده این افتاده یکی دیگه ایستاده یکی دیگه افتاده پس در مورد یه چیز واحد نیست میبینی شب و روز دو تا چیز متفاوتن پس نکته‌ای که وجود داره اینه که پارادوکس یا متناقض نمایی درباره یک چیز واحدن اما تضاد درباره دو تا چیز متفاوتن دو تا موضوع متفاوت رو بیان میکنن اما تناقض یک چیز واحد رو داره میگه خب این از تناقض نکته بعدی بچه ها تشبیهه یادتون باشه ما تشبیه رو باهاش آشنا شدیم اما اینجا دوباره من دارم مرور میکنم که با هم دیگه یادآوری بشه برام تشبیه و استعاره اول دقت بکنیم تشبیه یه سری رکنا داره مشبه هم به وجه شبه و عدات تشبیه مشبه به وجه شبه و عدات تشبیه وجه شبه و عدات میتونه از جمله حذف بشه از تشبیه ما حذف بشه اما مشبه و مشبه به حتما باید توی تشبیه ما وجود داشته باشه مثلا اینکه برگردیم بگیم او مثل گل زیبا خواهرم مثل گل زیباست خواهرم یک کلمه است مفرده میشه مشبه مثل گل زیباست مثل گل گلم یک کلمه است میشه تشبیه بچه ها به این نوع تشبیه ها میگیم تشبیه مفرد چرا؟ چون یک کلمه خاص بود خواهرم مثل گل هم مشبه هم مشبه هم به یک کلمه است پس میشه تشبیه مفرد اما یه تشبیه دیگه داریم که اینجا هست ببینیم تشبیه مرکب تشبیه مرکب چی؟ یه مثال داشتیم شقایق بر یکی پای ایستاده کل این مصرع ایستادن شقایق روی یک پاش یا همون ساقش مشبه همه چو بر شاخ زمرد جام باده
مثل این میمونید یک جام باده توی یک شاخه زمرده یا سبز رنگ وجود داشته باشه که کل این مصرع هم که ترکیبی از کلمات میشه مشبهان به. پس دقت کردید توی تشبیه مفرد یک کلمه به یک کلمه مانند میشه، اما تو تشبیه مرکب گروهی از کلمات به گروهی از کلمات مانند میشه. مثل شقایق بر یکی پای ایستاده چو بر شاخ زمرد جام باده که تو درس 15 هم بود. حالا این تشبیه ها بچه ها ممکنه حالت اضافی هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ما بگیم لب لعل، لعل یه سنگ گران قیمته، لب اون مثل لعله، اضافی تشبیهیه، توی ترکیب اضافه است، پس از طور تشبیه هم هست میشه اضافی تشبیهی. میبینیم این مشبه، این مشبه هم رو به فلش هم هم دقت بکنیم. اما توی استعاره بچه این از تشبیه، پس یه بار دیگه من بگم تشبیه حتما باید مشبه و مشبه هم به وجود داشته باشه. اگه مشبه هم یه کلمه باشه، مشبه هم به هم یه کلمه باشه که به هم مانند بشه، میشه تشبیه مفرد. اگه گروهی از کلمات بیاد به گروهی از کلمات تشبیه بشه، میشه تشبیه مرکب. خب این از این تشبیه مفرد و مرکب رو گفتم. از یه طرف دیگه ممکنه تشبیه ما به صورت اضافی باشه، یعنی لب لعل، یا برگردیم بگیم لب او لعل است. اینجا چیه؟ اسنادیه یا بلیغه، بهش بلیغه رو میگن یا اسنادیه، اصل داره دیگه. لب او مثل لعل است، اصل که هست داره نسبت میده در اصل و هم دیگه، پس این یک ترکیب، یک تشبیه بلیغ یا اسنادی هستش. پس بچه رو دیدیم که دوتا حال است به حضیه لحاظ به وجود من، حضیه لحاظ من لحاظ مفرد و مرکب. حالا استعاره چیه؟ استعاره هم یه نوع تشبیهه، بر پایه تشبیهه، اما مشبه یا مشبه هم به میاد. ببینید یا یکی از این اجزا باید حذف بشن و ششبه حالفن که نباید باشن، پس یکی از اینا باید بیاد تو تشبیه، جفتش باید باشه، تو استعاره فقط یکیش باید بیاد. حالا اضافی استعاره و تشبیهی رو هم داریم، مثلا داریم که دست درم. اول از همه که من میدونم یک ترکیب اضافیه، چون دو تا اسم کنار هم قرار گرفتم. درخت مشبه مثل یک انسانیه که دست داره. پس این مشبه همون به هست شده بود، دیدیم خودم گذاشتم. بعد اجزای مشبه همون به اومده بود. پس ما به نشه میگیم اضافی استعاری که مشبه همون بهش هست شده بود. به فلاشات دقت کنیم لب لب مستقیم یه واسطه داره در عکس، تفاوتشون هم دقت بکنیم. بعدش آشنایی داشتیم بچه ها با آرایه تضمین و تلمین. یه دانه که توی کلاس بچه ها پرسیدن که تفاوت تضمین و تلمین چیه. بچه ها تضمین انگار داری ضمانت میدی، گواهی میدی، یه ضمانت میذاری اونجا، یه گارانتی میذاری که آقا من حتما حتما به یه اصولی پای بندم. تو تضمین ضمانت میدی که عین واژه رو بیاری، عین جمله رو بیاری، عین جمله، عین مصرع، عین حدیث، عین آیه، پس فرقی نداره، عین هر کدومشو دقیقاً بیاری، اون موقع میشه چی؟ تضمین. مثلا میگی چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات و تجری تحت هر انهار داشت، جنات و تجری تحت هر انهار، دقیقا آیه قرآن آورده، پس میشه تضمین، ضمانت داده و عینش رو آورده. پس تضمین یعنی عین چیزی را آوردن، دقیقا عین خودش رو. اما تلمین یعنی با گوشه چشم اشاره کردن، پس فقط اشاره بکنی به یه داستان، به یه حدیث، به یه آیه، به یه هر چیز دیگه، به یه حادثه تاریخی. مثلا چی؟ مثلا بگی لیلی و مجنون اگر می بود در دوران ما، این یکی حیران من میگشت و آن حیران تو. این لیلی و مجنونه که داری میاری فقط اسمشون رو بردی، با گوشه یه چشم در اصل اشاره کردی، به از آرایه تلمیح استفاده کردی. به برگرد بگی یوسف به این برون آمدن از شاه دل خوش نکنی، بار میبرند که زندانیت کنند، و یا به همین ترتیب مثلای دیگه که وجود داره. خب بعد مورد بعدی بچه ها بعد از تلمیح و تضمین
مورد بعدی جناس ها هستن که ما انواع جناس ها رو با هم دیگه کار کردیم. خب اجازه بدیم انواع جناس ها رو با هم دیگه کار کردیم. جناس اولمون هست جناس تام. ببینیم پس جناس ها اول از همه جناس ها با دو دسته تقسیم میشن، همسان و ناهمسان. اسم دیگه یه همسان تامه. مثل چی؟ یعنی از نظر ظاهری مثل هم، عین هم، اما تفاوت معنی. مثل چی؟ مثل شیر و شیر. ظاهر عین هم، مثل سیر و سیر، مثل جولان. ناهمسان ها اسم دیگه شون ناقصه و به این دسته تقسیم میشن، اختلافی. یعنی توی یک واژه، دقت کنید، توی یه واژه اختلاف دارن. افزایشی، یه واژه‌شون بیشتره، مثل کار و کارد، مثل حرکتی توی مصوبه کوتاه، مثل ای او، مثلا ملک و ملک. و همینطور اینو دیگه هم داریم بچه‌ها به نام اشتقاق که یعنی همریشگی. اینم دقت می‌کنیم، مثلا بگیم ساری معشوق اگر افتاد بر عاشق چه سود، ما به اون محتاج بودیم، به ما مشتاق بود. عاشق و معشوق با هم دیگه جناس اشتقاق یا همیشگی رو ایجاد میکنه. این هم از انواعش که گفتیم. ببینید جناس ناقص اختلافی مثل بار و کار، افزایش مثل کار و کارد، حرکتی مثل ملک و ملک، اشتقاق هم که گفتم مثل عاشق و معشوق، نظر و منظور، نظر و ناظر، یا هم مثلا دیگه که وجود داشته باشه. نکته بعدی ادبی مون بچه‌ها، ما با یه سری از قالب‌های شعری هم خودتی آشنا شدیم، به خصوص دو بیتی و رباعی و تفاوتش رو بهتون گفتم. یادتون باشه اولا گفتیم که شکل ظاهری هر دوی اینها شبیه همه، یعنی از چهار تا مصرع تشکیل شده. مصرع اول و مصرعهای دوم با هم دیگه همقافی هم دقیقا هم شکلی که براتون کشیدم. این هم رباعی هم دو بیتی. خب حالا ما چجوری تشخیص بدیم که قافیه‌هاش و تعداد ابیاتش عین همه؟ از موضوع تشخیص بدیم. در گام اول دو بیتی موضوعش بیشتر فولکلوریک عامیانه است، به زبان محلی هم معمولا سروده میشه و مباحث عاشقانه رو مطرح میکنه. اما رباعی اینجوری نیست، بیشتر فلسفی، اخلاقی، حکمی، پند و اندرزی و فلسفی بیشتر بچه‌ها. پس رباعی موضوعش با دو بیتی متفاوته. و یه نکته دیگه که وجود داره اینه که دو بیتی مثلا بر بچه‌های انسانی راحت تره، با هجای کوتاه شروع میشه، اما رباعی با هجای بلند شروع میشه. منظور از هجای کوتاه و بلند چیه؟ مثلا میگیم ب به، مثلا ا ه، اینا میشن کوتاه، اما بلندا با بو، اینا میشن هجای بلند. یعنی هجاهای کوتاه از یه ثابت و مثبت کوتاه تشکیل میشن، هجاهای بلند از یه ثابت و مثبت بلند تشکیل میشن. حالا که میگم فقط بچه‌های انسان متوجه میشن. نکته بعدی آشنایی با آرایی کنایه و تفاوتش با مجازه. بچه کنایه رو میدونیم دیگه چی بود؟ یعنی با گوشه چشمون، یعنی پنهانی، پوشیده و در پرده سخن گفتن رو بهش میگن کنایه. یعنی چی؟ یعنی به تو بیایی منظورت رو به صورت مستقیم نرسونی. توی کنایه دو تا معنی سر و کار داریم، یه معنی مستقیم، یه معنی غیر مستقیم. و منظوری که شاعر میخواد ادا بکنه معنی غیر مستقیمه. یعنی من باید دقت بکنم و اون معنی غیر مستقیم رو از جمله برداشت بکنم. یعنی وقتی مثال میزنه میگه که در خانه او همیشه بازه، یه معنی ظاهری و مستقیم داره که بازه در خونش، اما معنی اصلی معنی غیر مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی اون آدم مهماندار یا مهمان نوازیه و خیلی هم عالی. پس معنی غیر مستقیمش مورد نظره. یا آب از دستش نمیشه که همین حالت رو بینه، خیلی خسیسته، غیر مستقیم، ولی معنی ظاهریش مشخصه دیگه. حالا تفاوتش با مجاز چیه؟ کنایه بچه ها مجموعه ای از کلماته، ببینید یک عبارته، آب از دستش نمیشه که باشه، میدونم در خونش همیشه بازه، اما مجاز در حد یک کلم است. دوباره بگم کنایه مجموعه ای از کلماته و عبارته، اما مجاز در حد یک کلمه است. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا بگیم
کلاس از جا، کلاس از خنده ترکید. کلاس که نمیترکه، در از منظور از کلاس اینجا بچه های دانش آموزان توی کلاس هم. که اینجا میشه آرایه مجاز، فقط بودی کلاس که یک کلمه است آرایه این آرایه است، پس با کنایه متفاوته. خب آرایه های لفظی رو هم که بررسی کردیم، آرایه لفظی ها چیا بودن؟ جناس ها رو که گفتیم، سجعان هم بررسی کردیم از اون باشه بچه ها. گفتیم سجع توی شعر، توی نثر مثل قافیه تو شعره، پس برای اینکه سجع داشته باشیم حتما باید دوتا جمله داشته باشیم. کجا دنبالش بگردیم؟ آخر هر جمله دنبالش بگردیم. سجع انواعی داشتم، سجع مترف، سجع متوازن و متوازی. متوازن یعنی هم وزنن فقط، مترف یعنی حروف آخرشون یکیه فقط، و متوازی ترکیب این دو تاست، یعنی هم حروف آخرشون یکیه و همین که وزنشون یکیه. بعد اینم که گفتیم واژه آرایی رو گفتیم، یه واژه تکرار شه، خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد، که تازه خال تو خاکم شود امیرآمیز. بعد از واژه آرایی بچه‌ها تکرار رو هم داشتیم که یه واژه تکرار بشه، دردهای من جامه نیستم تازه تن در آورم، چامه و چکامه نیستم تا برشته سخن در آورم، دردهای من نگفتنی، دردهای من نهفتنیست. به همین صورت این واژه تکرار میشه. موازنه و ترزی رو هم داشتیم، به این مقدار توضیح داده بودم بهتون تو ترم قبل. بعد بچه راجع به ویژگی سهم ممتنع آثار سلبی هم صحبت کردیم. یعنی چی؟ یعنی که سخنش در این حال که شبیه به همگانه، مثل سخنش مثل همگان نیست. یعنی ویژگی هایی رو داره که در عین سادگی باعث میشه نتونی توش ورود بکنی، مانع از ورودت میشه. سخنش شبیه به همه است، در عین حال شبیه به همه نیست، ساده است، ولی هر کسی نمیتونه شعری مثل اون بگه. من چرا دل به سرانم که دلم میشه، یعنی هر کسی نمیتونه به این سادگی و زیبایی شعر بگه. آرایه حسن تعبیر رو هم داشتیم بچه ها، که اسمش مشخصه دیگه، یعنی اینکه تو بیا یک دلیل دقت بکنی غیر واقعی، یک دلیل و علت غیر واقعی زیبا و شاعرانه برای یک حادثه بیاری که واقعا دلیل واقعیش نیست، تا از بیا بودا چه میدونم سلیقه و حسن شاعری خودت استفاده میکنی و از این استعداد استفاده میکنی، از این آرایه استفاده به کار میبری. نامیه رو مثلا چی میگه؟ نه خلاف عهد کردم که حدیث جست و گفتم. میگه من خلاف عهد نکردم، عهد شکنی نکردم که از غیر از تو سخن گفتم. همه بر سر زبانند و تو در میان جانی. دلیل کارم اینه که همه بر سر زبانم اما تو در جان منی. پس آدم از کسی صحبت میکنه که زبانش باشه، در حالی تو در جان منی از تو صحبت نمیکنم. این دلیل شاعرانه میاره. مثلا میگه دانی که چرا خانه کعبه است یکوش، زیرا که خدا نیز عزادار حسین است. دلیل واقعیش نیست، این دلیل شاعرانه آورده. پس مصطفی چیزی که مهمه غیر واقعی بودن دلیل است. بعد آشنایی با آرایه اقراق رو داریم بچه ها، که توی اقراق یا همون بزرگ نمایی ما میایم زیاد روی میکنیم توی توصیف یک پدیده و بیش از حد یک پدیده رو توضیح میدیم، که بیشتر توی حماسه هم با سر کاره میگه در خط 12 و 14. با عناصر داستان نویسی مثل شخصیت و زاویه نقطه اوج گرفتن یعنی گره گشایی هم آشنا شدیم، که میتونیم تو هر داستانی موارد رو مشخص بکنیم. خب حالا بچه‌ها درس به درس به صورت مجزا این سری نکات خیلی ساده رو گفتم که یه مروری بشه. درس دوم بمونه دستون باشه در مورد اون خالهه بود که رابطه که با خالهه داشت و با آثار سعدی آشنا بشد، محمد علی اسلامی نروشن. علاقه اون به کتابخوانی، آشناییش با سعدی، می‌بینیم که سهم ممتنع بودن آثار سعدی رو که با هم گفتیم، و آشنایی با برخی کنایات و اصطلاحات عامیانه متن مثل تراشه یه ذهن هم هماس میکرد، هم باید نقاطش رو هم بچید، هم اصطلاحات آمیان رو کنایی شد. سعدی برای من به منزله شیر آغاز بود، نوکه میدویدم و یا وقت مثال دیگه که با هم کار کردیم دوستان رو حتما موجود بکنیم، به معنیاش دقت میکنیم. اینه چیزایی که تو امتحان خیلی بود و برجسته هستم. مثل تناقض هم داشتیم، شیخ همیشه شاب، یه شیخ یه نفر، شیخ هم شابه، هم پیر هم جوان، یه نفر هم مثل هم پیرترین و جوانترین شاعر، شاعر هم پیر هم جوان، پس اینش یه تناقض داره. بعد درس نه بچه ها رفتیم سراغ درس دهم. درس دهم همون چی بود؟ ادبیات انقلاب اسلامی بود، بانگ جرس، که به عنوان یکی از انواع ادبی بررسی
بررسیش کردیم و به بررسی تاثیر اون بر کشورهایی مثل فلسطین نیاز به کمک اونها طبق دستور جلودار یا رهبرتون گفت حکم جلودار است در هامون بتازید، هامون اگر دریا شود از هامون بتازید. پس توی درس دهم بیشتر این کشورش رو فلسطین داره تاکید میکنه و لزوم کمک به اونها. خب پس ما با افکار انقلابی آشنا شدیم که بر فلسطین خیلی تاکید دارن و لزوم جنگ تا پیروزی و بازنسگیری بیت المقدس. بعد یه سری مفاهیم کنایی هم داشت درس، برگ سفر بر باره بستن، علم بر دوش گرفتن، بانگ از جرس برخواستن، آهنگ به سفر کردن، پشت کسی شکسته شدن و همه اینها که با هم مفاهیم کناییش رو بررسی کردیم. اینا رو برای نمونه بیان میکنم که حتما به خود کتاب مراجعه یه سری کلمات سختاش آرای های تمام بیتاش رو بررسی کردیم و آشنایی به معانی مختلف جولان، جانان من برخیز بر جولان برانیم، زنجا به جولان تا خط لبنان برانیم که جولان اولی یک مکان رو به جولان دومی سرعت و تخت و تاز بود. و برخی اصطلاحات و استعاره ها مثل موسا، نیل، فرعونیان و قبطیان که موسا استعاره از منطقونی بود، نیل من فلسطین و اینا بود، فرعونیان و قبطیان استعاره از اسرائیلیان بودن، تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید، بیت المقدس فلسطین، اهریمن دوباره اسرائیل، سامیری و خلاصه مثالای دیگه. مثل تلمیح هم داشت که به داستان حضرت موسی، داستان حضرت سلیمان، ماجرات قصدان معروف طور سینین و اینا هم مثل تلمیحات و اشارات مختصری داشت. درس بعدیمون درس 11 بود که بچه‌ها توی این درس با یه شعری از سید حسن حسینی آشنا شدیم. قیصر امیرپور رو به اسم معرفی کردن که به عنوان شاعران برجسته انقلاب مطرح میشن. یه سری تناقض‌ها توی شعر سید حسن حسینی بود، مثل چی؟ دفع عشق با دست خون زدن، دفع زدن که نهایت شادی کردنه، اما حالا بیه با دست خون آلود و زخمی دست بزنی تضاد تناقض داره دیگه. به چرف جنون چرف به خاطر شادی هم به خاطر جنون به چرفی رو رقص میکنیم، این هم دوباره نمیشه. رقص بی پا و سر کردن که نمیشه رقص کرد، پس این هم تناقضه. زخمی که مرهم عاشق و زخمی که مرهم نمیشه، پس این هم تناقضه. بی زخم مردن هم دوباره تناقضه. غم آبی زخم مردن غمگین نمیشه که آدم ها، و لاله هایی که هم خموشند و فریاد هم خموشند هم فریادشون تا خداست، پس این هم تناقضه. پس تناقضه این چه زیاد بود به نسبت. مثل تشبیهات و استعارات داشت، گلی سهرزاد خوشیده برای اضافه تشبیهی، گلی سهرزاد اضافه استعاری و آشنایی با حلا، گفت حلا منکر جان و جانان ما، گفتیم این به عنوان شبه جمله است، یک جمله به حساب میاد حلا، یه جمله ای منکر جان و جانان ما، یه ندامونه به حسن دومین جمله ما هست. خب بچه دست دوازده همون شماردن همون مورد سیزده که آزاده در مورد چی بود؟ ادب حماسی بود. تکرار میکنم بگیم حماسشون از ریشه ادبی حماسه، عربی حماسه گرفته شده، معنی دلاوری و شجاعت. ما با ادب حماسی آشنا شدیم، تعریفش کردیم، تو جزواتون هست حتما بهش رجوع بکنیم. بعد ما انواع ادب حماسی رو گفتیم، مثلا بالا گفتیم که ادب حماسه مجموعه‌ای از دلاوری ها و شجاعت هایی که توی یک جامعه برای به دست آمدن استقلال یا کسب اون انجام میشه. این حماسه ممکنه ملی و طبیعی باشه، مثل شاهنامه که هیچ شاعر دخل و تصرفی توش نداره و هر چیزی که واقعی هست رو ضبط و ضبط میکنه، یا مصنوع دینیه، یعنی مسئله تقلیدی از شاهنامه های نوع ملی و طبیعی و دینیه. اینکه شخصیت پهلوان همون یک شخصیت دینیه، مثل حمله حیدری واضح مثلا تو درس 14. بعد با فردوسی شرایط زندگیش، بعد کتاب شاهنامه داستان کاوه رو گفتیم که توی حالا کتابم بهش اشاره کرده بود، و یه سری نمادها تو داستان داشتیم، ضحاک یا عجیده ها هم تو داستانهای ایرانی هم توی اوستا که گفتیم سه سر سه پوزه یه جنم شش ششمه، یا مار نماد چیه، نماد اهلی من هم خلاص نماد خباست و این چیزا بود، همه این نمادها رو بلد باشیم. یه سری استعاره تو درس داشتیم، اژدها که استعاره، اژدها نماد بدی بود، توی این درس استعاره از ضحاک بود، آتش در مصر زاشه، آتش آگر همی برسرم در رنج و ظلم و ستم بود. یه سری کنایه داشتیم، پوشاست کردن در پادشاهی به خوبی به جستند پیونده اون گرد برخواستن چون اوی ازدهامه، سرم درکشی یه لفت سمتش چوباد رفتن که نیست دورد
سپردید دلها به گفتارا و کنایه از تصمیم جدن هوایه فرق میکردن این هواداریشو کردن علاقه من بودن به اون اینا مثل این مجاز ها داشت برنامه پیم از اون همه بودن جهان را سراسر مردم جهان اما گز بازار برخواستن مردم بازار یا مجاز هم نقش کلمات چون کافر برون شده در گاهشا چون اول اومده چیه چون به معنای وقتی که و هنگامی که از حرف ربط وابرسی سازه ولی اگه چون به معنای مثل ما ننگو چی میشد حرف اضافه آفرین آشنایی به بند کلمات کهن کیهان خلیل برم میشم یعنی بترسم قد فعلا گر یا زخم لراب صفات فاعلی مرکب مرخم اینو بذارت بگم اینو یادم مرخم ببین فاعلی رو که گفتیم یعنی یک کاری رو انجام میده مرکب چون از اسم برنامه پس فاعلیش رو گفتیم صفت که گفتیم اینجا داره ویژگی رو بیان فاعلیش رو گفتیم چرا بهش میگن فاعلی؟ چون که در اصل یه کاری رو انجام میده مرکب چرا؟ چون اسم برنامه یه بن مضارعه پس میشه مرکب مرخم چیه؟ جهان آفریننده آفریننده جهان این انده هست شده پس میشه مرخم یه دنبوریده بهش میگن صفت فاعلی مرکب مرخم درس چهاردهم بچه ها در مورد چی بود؟ درس چهاردهم در مورد حمله حیدری بود که اونو به عنوان یک حماسه مصنوع دینی شناختیم به گفتیم تقلیدی بود از حماسه فردوسی و قهرمانش هم یک پهلوان دینی بود امام علی بیان داستانی که عمرو بن عبدالله به حضرت تو جنگ خندق دارن با هم می جنگن و بقیه از استعاره ها حالا استعاره ها توی اون در استعاره از در چون اینجا استعاره از کیه؟ عمره بازوی نیشیر اوداشی رو قلم شجاع قدم کرد کنایه که تو درس هست که وکیل اول که بندر کمر برفشان گرد سر در گریبان فرو بردن در سوری هم بسته سفر در سر آوردن چون من رو شاهد آرزو به سر پیس چیکان دو دست دریا بار همه نمیدم پس نرم حتما رجوع بکنیم بهش مثل اقناق هم داری سر امرو صد بام از تن پرید کنایه از سداد مقدار زیاد زحمت نمودن هفتاد هر هفتاد تا سلام رو به هم زدن فلک باقیانت آسمون هم ترسید از اون قضیه و فلک باقیانت سمان جنگ دوباره میدونید که کنایه هم داره زر لخ لخ و قبا چار چار ولی نتیجه بعدی بچه ها اینه که به شکل نوشتاری و گفتاری امر دقت کنید نوشته میشه امرو اما خونده میشه امر خیلی به این نکته لطفا دقت بکنید نکته بعدی بچه ها اسلاید بعد درس 15 بود که کمتر از حقوقدار به همون مسبقه بود که ادبیات داستانی بود و با کلمه دمنه آشنا شده که کتاب بود که از زبان حیوانات بیان میشد تشبیه مرکب رو گفتم اینجا دوباره یه مروری کردم شقایق برای کی پای ایستاده چو بر شاخ زمرد جام باده یه سری نقاط سخت و دشوار داشت که با فهم اونا مثلا راحت‌تر درک میشه متصنع نزه اختلاف رفت و آمد جال دام حبه دانه گرازان به تک ایستاد یعنی با ناز و خوشحالی شروع به دویدن کرد استخلاص تخلص رهایی تعاون همکاری خایب نامی تکفل بر عهده گرفتن طاعت و مناصحت اهل مکرومت یعنی مثلا طاعنان طعن زنندگان مجال بقیت ثقت مقالات خیلی مثلا دیگه خواهش میکنم اینجا لغاتش رو با دقت بکنم با برخی از آرایه هاش هم مثل گرم و سرد روزگار که هم قضا داشت حس آمیزی داشت و اینا درخشان داره در میشون این آرایه هاش خیلی مهم بود بعد در حال این بود که مفهوم اتحاد و دیگری رو مفهوم مقدم نوستان برای رهایی از مجرم اینجا خیلی روش تاکید شده باشه درس 16 هم قصه عینکم بود دیگه اگه یادتون داشته باشه یه سری استعداد کنایی داشت خیلی هم راحت بود درس قشنگ فرنگی معابی مثل علم یزنی خیلی آمیانه بود دیگه هفلی هفو هر دمید و شلخته ای قلا کردن مثل قوال با صورت اک زدن دسته هفت صندوقی چپ چپ نگاه کردن کاسته زیر نون کاسته بودن افسار گسیخته بودن مور شدن اینا همه هست بعد یه سری آشنایی با تجدد و نشانه تجدد توی اون دوران یه مفرق میگرم تعلیمی هم اصلاحه که رابط اینا که چیزی تجدد معابی هم لازم نیستن و در آخر درس 17 و 18 هم که ادبیات جهان بودن ما فهمیدیم که توی ادبیات جهان نفاذ مشترکی بین کشورها و کلا ادبیات ها وجود داره و کشورها از هم تاثیر پذیرفتن به خصوص کشوری مثل ایران که داره سابقه زیادی توی ادبیات و تمدن فرهنگ هنره خیلی ازشون تاثیر گرفتن این سمبه های بزرگی در دنیا مثل گوته و سایرین
پس با مفاهیم میام که توی درس قدردانی، قناعت، اشرف مخلوقات بودن انسان، فروتنی و توانایی تو درس 17 هم آشنا شدی و مفاهیمی مثل شکرگزاری و لذت از زندگی تو درس 18 هم. یه سری آرایه ها تو درس بود مثل مجاز که مثل شرق و غرب و سرزمین های شمال و جنوب مجاز بود از کل دنیا. یه سری استعاره و نمادها تو درس بود، ببین شعله، چراغدان، آفتاب، ستاره، آن بزرگ بود منظور خدا بود، بدون که شعله مثلا آفتاب مثلا حقیقت کله، ستاره اون حقیقت های جزئه، شعله اونا که همه کار میکنن، چراغ اونا که خیلی به چشم نمیان و اینا. یه سری تلمیحات هم داشت، آها این تأثیر پذیری مهمه که از آثار حافظ به خصوص سعدی و کتاب گلستانش تأثیر میگرفتن. خب بچه این از دوره درس فارسیمون که با هم دیگه انجام بدیم، از درس 9 تا درس 18. حالا میخواییم بریم سراغ نگارش. این سری دروس 1 تا 6 رو یک مختصری با هم دیگه بررسی بکنیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغش باید بهتون بگم که بچه ها درس 1 در مورد ساختار و محتوا بود، یعنی به ما گفت که یکی نوشته هم ساختار داره هم محتوا. ساختار شامل ساختار بیرونی و درونی میشه. بیرونی هم باید مشخص بکنم که من خواهم داستان بنویسم، سفرنامه بنویسم، خاطره بنویسم یا چی، و بعد طرح درونی نوشتن رو مشخص بکنم. طرح درونی نوشته چی؟ همون بندهای مقدمه، بندهای میانی یا بند پایانی و نتیجه گیری، و محتوا هم که باید مشخص بکنم. بعد از این پیش از نوشتن و پس از نوشتن کار داریم که اول موضوع رو انتخاب بکنم، بارش فکری داشته باشم، سازماندهی طرح نوشته، عنوان و بند آغاز و بنده میانی، بعد شروع کنم به نوشتن، در آخر ادیت و ویراست نهایی رو انجام میدم. بچه ها فقط خواستم بگم توی نوشته رو دقت بکنید، بند بندی حتما رعایت بشه، خط اول هر بند یکم جلوتر شروع بشه، علائم نگارشی با دقت رعایت بشه، یه مقدارم خوشخط و خوانا بنویسیم که راحت‌تر خونده بشه. پس این از کلیت. درس دوم هم محتوا رو داریم، چند تا درس دیگه که چجوری گسترشش بدیم. اینجا گام اولمون چیه؟ گسترش محتوا و منظور زمان و مکان. گسترش محتوا ازش استفاده بکنیم یا یک موضوع عینی باشه، این موضوعی که به چشم بزنه و بتونم حتما عناصر زمان و مکان رو توش مشخص کنم. من برای آزادی نمی‌کنم، من مفهوم آزادی یا مفهوم صداقت که مفهوم ذهنیه نمیتونم عنصر زمان و مکان مشخص بکنم، پس باید حتما مفهوم موضوع هم عینی باشه. پس گام اول انتخاب موضوع، گام دوم تجسم و بارش فکری، سازماندهی و سرراه‌اولیه، پیشنویس، بازبینی و نوشتن نهایی و پاکنویس. ادامه بدیم بریم سراغ درس سوم که شخصیت ها بود. گفتیم وقتی میخوایم شخصیت ها رو بررسی کنیم مثلا داستان بنویسیم، این شخصیتی رو میخوایم توصیفش بکنیم هم ظاهری هم رفتاری و باطنی باید اون رو بررسی بکنیم، فقط به ظاهرش نباید دقت بکنیم. درس 456 که برای ترم دوم بود روش دیگه ای برای گسترش محتوا رو معرفی میکنه به نام گفتگو یا مناظره، که بچه به معرفی شخصیت های نوشته کمک میکنه و به شکل غیر مستقیم اطلاعات بسیار روی زبان شخصیت ها به خواننده انتقال میده. ممکنه بین دو تا شخص و چیز جاندار یا بی جان باشه. این نکات دیگه تو گفتگو هست و این نکته که مهم اینه که بچه ها تو گفتگو هم گام ها و هم قدم ها که توی ستای قبلی بودتای قبلی گفتیم همه یا توی همشون باید تکرار بشه. درس پنجم سفرنامه هستش که سفرنامه ها به دو دسته تقسیم میشن، یا به زبان ادبی نوشته میشن یا به صورت مستندنگاری صرفا، یعنی زبان ادبی که مشخصه دیگه شاعر میره از آرایه ها استفاده میکنه یا فقط تعویض رو هم تو که دیده مینویسه، و در کل اهمیتش بیشتر از خاطره مینویسیه، چون مخاطب و سلیقه اون باید مد نظر باشه و دقت بکنه که جانب امانت رو رعایت بکنه. و امروزه بچه ها اما وقتی فقط لحظات خاص و جذابشون حالا به شکل فیلم و عکس شبکه های مجازی در اختیار مردم قرار میدن، یه مثل گذشته نیست که کامل همه این سفر رو ثبت بکنن. و درس آخر بچه ها خلاصه نویسیه، یکی از راه هایی که میتونن خواهش بدن محتوا رو. پس ما صدا درس با گسترش محتوا آشنا شدیم، اما اینجا میتونن خواهش محتوا داشته باشیم. به چه درد میخونن؟ به درد به یاد سپردن مطالب طولانی.
و دو نوع داره، یا وابسته به متن که با استفاده از زبان نویسنده باید بیای زیر کلمات جمله مهم رو خط بکشی که اصلیاً اون یکی ها رو حذف بکنی، بعد فعلا رو ارتباط برقرار بکنی، زمانش رو یکی بکنی و یه ارتباط بینشون برقرار بکنی و در کل متن رو بنویسی. یه آزاد به زبان خلاصه درس‌ها می‌خوای آزاد به زبان خودت راحت بنویسی، به دیگه خیلی راحته. در هر مورد هم باید متن تثبت کامل داشته باشی و مفهوم متن رو کامل درک کرده باشی. و اینکه می‌تونی اینا رو یه جور دسته‌بندی بکنی، یادداشت برداری بکنی، هم به صورت نمودار، هم جدول بندی بکنی، هم نقشه مفهومی برای خودت، هم نمودار درختی برای خودت تهیه بکنی. خب بچه ها همین دیگه، امیدوارم راضی بوده باشی، مفید بوده باشه براتون. ببخشید که یه مقدار طولانی شد، با هم فارسی بود هم نگارش. امیدوارم خوب امتحان بدین، خوب مطالعه بکنین، کرونا هم بره، سال بعد انشاءالله در خدمت باشم همتون حضوری ببینم. همگی خسته نباشین، خدایا رو نگهدارتون.